سلام. سومین برنامه نامه‌ها و یادها در حضور خانم ویدا فرهودی که در دو برنامه گذشته تا اندازه مسیر آمده ایشان رو امروز در پاریس دنبال کردیم، اما همین امروز در پاریس در مکان و منزل ایشان تابلوهایی رو به چشم می‌بینم که شما هم تا لحظات دیگر خواهید دید که تماماً نقاشی شده توسط شاعر خانم فرهودی است. این شانس برای من به عنوان تماشاگر، به عنوان شنونده اشعار ایشان و حالا برای شما که مجموعه اینها رو به اتفاق مرور کنیم. شما جدا از غزل رباعیاتی هم دارید که باز برای من ناآگاه از همه کارهای شما جذابیت و جالب است. ازتون خواهش می‌کنم، البته برای بینندگان گفته باشم که برنامه چهارم، برنامه پایانی، تماماً به شعرهای خانم فرهودی اختصاص داره. خواهش می‌کنم. بر بال غزل نیت ایران کردم، با شوق بهار غم به زندان کردم. دیدم که پریشیده ولی مام وطن، پس با قلمم هوای اسیان کردم. باید به لبان ترانه ای باشد و نیست، از رویش گل نشانه ای باشد و نیست. چون تاج به فرق باغ بر صحن زمین، در جشن جهان جوانه ای باشد و نیست. ای شعر بیا و بیقراری ها کن، بر گور حزین لاله زاری ها کن. با سرخترین واژه که داری بشتاب، از چیدن گل گله گذاری ها کن. رو پنجره را به سمت ایران بکشا، بشتاب و نهان ز چشم دونان بکشا. پر کن نفس از صداقت آزادی، با جادوی آن کلون زندان بکشا. هرچند که لاله روید از خاک مدام، او را نبود ز فرط اندوه دوام. چون گوش کند حکایت موهن درد، می زهر شود شهد بهارش بر کام. خانم فرهودی، میدم تعداد اشعار شما خوشبختانه کتاب‌های زیادی از شما هست. کسانی که در ایرانن چگونه میتونن شما رو دنبال کنن، کارهاتون رو؟ من معمولا شعرام رو روی سایت‌های گویا نیوز معمولا میذارم، بعد روی عصر نو، اخبار روز، روی سایت ها ایران امروز، اینا میذارم. رابطه دیگه ای ندارم، خیلی هم اهل فیسبوک نیستم. یه مقداری خجالتی هستی؟ من آدم کم سخنی هستم، به خاطر این شعر میگم، به خاطر اینه که خیلی اهل حرف نیست. تابلوهاتون هم درش سکوت است. ابتدای برنامه با این مژده صحبت کردم که تابلوهای شما رو میبینیم، همین لحظه بینندگان میبینن. آیا نقاشی های شما ادامه شعرهاتونه، نگفتهاتونه، یا راه و کار دیگری رو داره؟ من شعر و نقاشی و خوشنویسی رو با هم در رابطه میبینم، ولی من حدود 4 سال پیش آقای آقداشتو شاگردی کردم، استاد نقاشی. بله، حدود 4 سال انجمن خوشنویسان تا دوره ممتاز کار کردم که تو خط شکستم استادم آقای یدالله کابلی بود. ولی شعر بالاخره نمیشه همه کار رو با هم کرد، مسلمه. و نقاشی رو من خیلی دوست دارم چون خیلی آرام بخشه، ولی فضاشو ندارم. یعنی احتیاج به یه آتلیه داره که
واقعا آدم بساطش رو پهن کنه، شاسیش رو بذاره. بیشترم رنگ راقه من کار کردم و من همیشه هم گربه دارم و این گربه با بساط نقاشی جور در نمیاد. در گربه شیطونی مرتب هم دنبال نه ها علمی الان هم اینجاست. بله بله بله. اسمش اسمش پشمکه، به چهرش هم شبیه. خانم فرودی، در حال گفتگو درباره تابلوهای شما هستیم، درباره اشعار شما هستیم. یک بانوی هنرمند و حساس مثل شما وقتی که نگاه به گذشته داره قطعا تأسف هایم میتونه داشته باشه، اگر خصوصی نیست این تأسف های شما چه هست؟ من تأسف که خیلی زیاده. عجب. تأسف من فکر میکنم الان یادم نیست کی اینو نوشته بود، چون من کتابم بیشتر به فرانسه میخونم. بله. یادم نیست کی نوشته بود که بچه از اون موقعی که به دنیا میاد اون اولین گریه که میکنه به خاطر اینه که اومده تو این دنیا و میخواد بره به طرف مرگ. و من از بچگی خیلی این فکر مرگ و فکر فلسفه زندگی دل مشغولیم بوده. خیلی هم سعی کردم در جستجو باشم، برخلاف این که مثلا کی چی میگه، پدر چی میگه، مادر چی میگه، اینا به کنار، خودم در جستجو بودم تا حدی که مثلا رفتم داخل مثلا گروه های صوفیه تو ایران، رفتم واقعا در جلساتشون شرکت کردم، در صورت که این برخلاف اصلا آیین من بوده که اصلا من خودم رو یک آدم مسلمان مذهبی حساب نمی کردم. حالا اگر از اون طرف ببینید، امیدواری، آیا شعرهای شما تماما ناامید کننده نیست بلکه حساسیت و عشق درش نهفته است، آیا از اون طرف تأسف و تأثر خوشبینی و خوشایندی رو برای آینده میبینید؟ من موقع جنبش چپ این اتفاقی در ایران افتاد، با اینکه خودم به کسی رأی ندادم به خاطر اینکه البته در پاریس بودم، ولی خب در پاریس هم میشد رای داد. ببخشید وقتی میگویید جنبش چپ، منظورتون جنبش سبز؟ جنبش سبز. جنبش سبز. من اشتباه گفتم. نه نه، شاید من بد فهمیدم. جنبش سبز، من از اول نیت کرده بودم که نه، من که نمیرم رای بدم به یک هر کاندیدی که میخواد باشه، وقتی که یک کاندیدیه که از مراحل مختلف گذشته و تازه دیگه خوب خوبش آقای موسویه که خودش نخست وزیر خمینی بوده و از این حرفا، من نمیرم رای بدم و رای هم ندادم. ولی وقتی که این اتفاقای افتاد خب سخت بود برای یک آدمی مثل من که ایران رو دوست داره، ایرانی رو دوست داره. اتفاقایی که تو ایران افتاد، بچه های جوانی که از بین رفتن و حتی همین آدم ها هم که همین آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبیر هم که گرفتن توی حصر گذاشتن، یه کار انسانی به نظرم نبود. به هیچ وجه. به هیچ وجه. و همیشه مخالفش بودم. این سه نفر تنها زندانیان ایران نیستند. این رو هم باید یادمون باشه. بله. که بله. یادمون باشه که نیستن و زندانیایی در ایران هستن که وضعشون خیلی بدتر از این سه نفر هست. منتها این سه نفر هی رابطه دارن با بیرون. بله. سمبولن. و مثلا زندانیایی توی کردستان هستن که خیلیشون هم اعدام شدن. من شعر برای فرزاد کمانگر که
با 5 نفر دیگه اعدام شد. جلوی سفارت تظاهرات یادمه. بله بله، همونطور که گفتم در برنامه بعدی که برنامه آخری هست تماما به اشعار شما اختصاص خواهد داشت. قصدم از این سوالا بیشتر آشنایی با روحیه شاعری شماست. منی که علاقمند به پیگیری کارهای شما بودم واقعا احساس کنم چقدر کم راجع به شما میدونم و به طب بینندگان. در شرایطی با هم صحبت میکنیم که امیدواری ها در ایران به زن و جوانان هست، دو پدیده ای که هر جامعه ای رو میتونه تغییر شکل بده. شما به این وضعیت باور دارید یا نه؟ من خیلی باور دارم و فکر میکنم که زنهای ایران، به خاطر همینم اولین برنامه، قسمت برنامه رو با شعر زن شروع کردم، برای اینکه فکر میکنم که زن از همه بیشتر اولا بهش ظلم شده با قوانین اسلامی، با قوانین اکثر مذاهب، تمام مذاهب، حتی با در یک کشور لایکی مثل فرانسه هم زن بهش ظلم میشه در کار. ولی سمبول انقلاب روی اسکناس زن بود. بله، ولی در واقع زن رو به خاطر اینکه هیچ وقت قدرت بهش ندادن، یعنی نذاشتن، پشتیبانی نکردن. حتی خانم زن قدرت طلب هست فکر میکنید؟ زن ها، خانم سگانه غویل میخواست رئیس جمهور بشه و همین خانم مرکل هم هست، ولی اصولا آدم های بزرگ همین حزب سوسیالیست فرانسه ازش پشتیبانی نکردم. من دنبال این قضیه بودم، عضو حزب بودم، میرفتم دنبال این قضیه. من از وقتی که اومدم فرانسه، چون فرانسه واقعا دومین وطن من هستش به خاطر اینکه از بچگی فرانسه زبون بودم، علاقه دارم و الان هم دنبال حزب سوسیالیست بودم تا این دوره. بعد از آقای اولاند رفتم طرف انسومی. به نظر یه خود عجیب غریب میاد، ولی احساس کردم که دیگه پارتی سوسیالیست از بین رفته. فکر میکنید افراطی‌گری چاره کار نیست؟ افراطی‌گری چاره کار نبود. نه، من که میدونستم که آقای ملانشون همه حرفاش درست نیست و با اعتقاد به ملانشون نبود، فقط برای مبارزه بود، برای اینکه یک گروه چپ لااقل یه مقداری نماینده تو مجلس داشته باشه. شما که یک بار تجربه چپ افراطی رو در چریکا دیده بودید، چرا دوباره میخواید حالا در فرانسه تجربه کنید؟ من در هر صورت شاید به نظر، یعنی حتی شوهرم هم بهش قابل قبول نیست، ولی یادم اون شبی که ببخشین حرف اومد، خانم شبی برای سالگرد خانم ویدا حاجبی گرفته بودن، گزارشش رو پخش کردین، یک جایی ویدا حاجبی گفتش که من توی پشت رول ماشین بودم و دیدم یه نفر منو صدا میکنه و به دهنم متوجه شده بود که فرح پهلوی، فرح دیباز، و فرح بهش گفته بود که خب حالا چی کار میکنی؟ گفته بود انقلاب، و فرح هم شیشه رو کشته بود بالا رفته بود. آیا میتونم خواهش بکنم یکی از اشعارتون رو به عنوان بدرقه پایانی این برنامه بخونید؟ با این وعده تکرارش به هفته آینده تمام این برنامه به اشعار گوناگون خانم فرهودی اختصاص خواهد داشت. از اونجایی که خانم بهبهانی از نظر من واقعا زن فوق‌العاده شجاع بودن و من افتخار آشنایی با ایشون رو هم در ایران هم در فرانسه داشتم، متاسفانه خب طبق معمول آدم ها از دنیا میرن و من 2 شعر برای درگذشتشون
گفتم که یکیشو الان میخونم. آبی ترین آواز را خواند و به راهی دور رفت، شب تاب بود و عاقبت تا اصل خود تا نور رفت. خلوار وش آتش نهان در دفترش بود و از آن زد اخگری بر خاموشان چون شعله ها پرشور رفت. هر واژه‌اش فریاد شد، ویرانگر بیداد شد، با او سخن آزاد شد تا غایت منظور رفت. شب در خودش شد سرنگون، تب کرد چون شهر جنون، تا قلب بیمار سکون رقم شب دیجور رفت. در رگ رگ بیتاب او توفی دائم جستجو، آزاد چونان آرزو آن سوی هر دستور رفت. اهریمنش با حیله ها میخواست بندد دست و پا، شاعر ولی تا انتها اسیانی و مغرور رفت. شعرش دوانده ریشه در هر گوشه از خاک وطن، از سروها آزاده تر زنده است اگر در گور رفت. زن بود و تا معنا شدن بیتاب و بیپروا شدن، با همت جادویش زیبا بسان هور رفت. روشنگر شیرین زبان باکی نبودش از بیان، خورشید شعرش جاودان تا منزلی در نور رفت.